خب میرسیم به دو سری از ابزارهامون که صرفاً برای تدوین استفاده میشن ابزار ریپل رول اسلیپ و اسلاید این ابزار همونطور که شما میبینید تایم ریمپینگ تول هست و قبلا در موردش توی بخش زمانبندی و سرعت صحبت کردم این سری ابزارها به صورت دوتایی یعنی اسلیپ و اسلاید و ریپل و رول یک کار جالبی انجام میدن که حالا من توی این قسمت خدمتتون میگم از ابزار ریپل شروع میکنیم ریپل که شما همونطور که اینجا با این آیکون میبینید میبینیدش یک دایره است که بالاش یه دوم داره این دومی که اینجا ما میبینیم فوق العاده چیز مهمیه که الان میگم خدمتتون فرض کنیم که ما از بریم تمام سپاس اومده ولی حس میکنیم الان اینجا خیلی تصویر زیاد روی این قسمت برج متمرکز شده ما میخوایم کمش بکنیم خب یه راهش اینه که شما بیاید اینجا اینو بکشید عقب بعد این ابزار رو انتخاب کنید تمام کلیپ های دیگر رو جابجا کنید و بیارید بهش بچسبونید خب این, این یه روشه اما روش فوق العاده راحت تری وجود داره که همین ابزار ریپل شماست ریپل اگر اجازه بدید من زوم بکنم ریپل به صورت عادی فقط روی یک کلیپ کار میکنه یعنی اگر شما ریپل رو روی کات بذارید وقتی روی کات نباشه غیر فعاله این زبدری که شما میبینید به همین علت تو گوشه ابزار ریپل یعنی من اگه بگیرم و درگش بکنم کاری نمیکنه اما وقتی شما روی کات میارینش زبدر از بین میره و ابزار ریپل فعال میشه خب ریپل چی کار میکنه؟ با ریپل شما میتونید از انتهای یه پلان کم بکنید و وقتی کلیکتون رو ول بکنید یعنی در واقع شما باید اونجا کلیک بکنید و درگ بکنید تا جایی که فکر میکنید خوبه و درسته به محض اینکه شما ول بکنید بقیه تدوینتون کاملا سالم میمونه و نیاز نیست دیگه تمام کلیپ های دیگر جابجا جا بکنید این کار تو حین تدوین فوق العاده کاربردیه و انقدر شما را نظر زمانی میتونه جلو بندازه که شاید واقعا براتون تا کار نکنید قابل تصور نباشه که چقدر این ابزار میتونه کاربردی باشه حالا ممکنه وقتی من کاتم رو میبینم حس بکنم که تایم کمی الان دارم یعنی یه مقدار تاکیدم روی برج کمه دوباره میتونم ابزار ریپل رو انتخاب بکنم بیام به سر کات همونطور که میبینید دوم این ابزار روی اون کلیپی که باشه روی اون کلیپ کار میکنه اگر روی این کلیپ باشه من میتونم انتهای ابتدای این کلیپ رو اضافه کم یا اضافه کنم و اگر روی این یکی کلیپ باشه روی این یکی کلیپ میتونم کار بکنم خب من زوم بک میکنم فرزن من الان این کات رو انتخاب کردم میخوام پنج فریم اضافه تر بشت بیدم که شما اینجا میبینید شیش فریم البته اضافه تر شد اگر ما ممکنه الان من از این کات خیلی بیشتر باشم همونطور که گفتم بزرگترین مزیت ابزار ریپل توی کاربرد اینی که شما نیازی تمام ترک ها و کلیپ های دیگر رو جابجا جا کنید برای هر تغییر اما ابزار بعدی که رول هست یه کاری انجام میده که از یه جهتی شبیه ریپل ولی از یه جهتی هم دقیقا متضاد باش فرض کنیم که کل تدوینی که ما انجام دادیم به طور مثال حالا فکر کنیم که مثلا تا اینجاست اگه من عکس های اضافه رو خل بدم جلوتر فرض بکنیم که ما یک کلیپ 13 ثانیه‌ای میخواستیم درست بکنیم دقیقا 13 ثانیه حالا با توجه به تدوینی که الان کردیم مثلا اضافه کردیم یه مقداری به این کلیپ شده 3 دقیقه و 13 فر... 13 ثانیه هم از رد بخوام 13 فریم پس من 13 فریم حالا باید کم بکنم ابزار رول شما توی شرایط تدوین شما زمان کلی شما رو ثابت نگه می‌داره. به طور مثال اگر ما اینجا الان 13 ممیز 13 هستیم ابزار ریپل رو من اگه انتخاب بکنم و بیام اینجا یه خورده اضافه بکنم یا یه خورده کم بکنم زمان بندی کلی ما باهاش تغییر میکنه به طور مثال الان 12 مایز 23 است یا اگر زیاد بکنم میشه فرزن 15 مایز 3 ابزار رول از این جهت فوق العاده کاربردیه که تایم کلی کار شما رو از بین نمیبره و در واقع زمان شما هر چی باشه ثابت میمونه اما چطور این ابزار کار میکنه؟ شما اگر یک کات رو انتخاب بکنید اگر ابزار رو کلیک کنید و درک کنید به سمت چپ از کلیپ قبلی کم میکنه و به کلیپ بعدی اضافه میکنه یعنی در واقع این کلیپ طولانی تر و این کلیپ کوتاه تر میشه و برعکس اگر به سمت راست کلیک بکنید این یکی کلیپ طولانی تر میشه و این یکی کلیپ کوتاه تر میشه شما ممکنه توی یک منتاج که دقیقا یه زمانبندی خیلی دقیقی داره مثلا شما برای یک موشن گرافیک دارید یه تدوینی انجام میدید که دقیقا باید 100 ثانیه باشه اگر بخواید هر بار که از این ابزار استفاده میکنید تایمتون رو بخواید دوباره درست بکنید خود یه مقدار ممکنه آزار دهنده باشه ولی میتونید از ابزار رول استفاده بکنید که وقتی از یه چیزی کم میشه به یه چیز دیگه اضافه بشه و در نتیجه زمانبندی کلی شما تغییر نکنه نمیتونم بگم این چیزی که الان من به شما میگم یه قانونه ولی تقریبا برای کارهایی که توشون زمان مهم نیست ابزار ریپل خیلی بیشتر استفاده میشه به طور مثال یک سکانس سینمایی در آوردن اون حس توی اون سکانس خیلی مهمتر از زمانبندی کل سکانس. در واقع ما میخوایم یه حس دراماتیک خوب به وجود بیاریم نمیخوایم حالا حتما 100 ثانیه بشه یا 50 ثانیه یا 150 ثانیه پس ابزار ریپل اینجا خیلی بیشتر به درد میخوره اما زمانی که ما کارهای ثابت از نظر زمانی داریم و انجام میدیم به طور مثال یه مونتاژ 40 ثانیه یه مونتاژ 100 ثانیه یه مونتاژ 10 ثانیه میخوایم بزنیم و زمانش کاملا غیر قابل تغییره خب اینجا من ممکنه بخوام روی این کلیپ انقدر وای هستم یه خورده ممکنه مثلا سه فریم کمتر بخوام وایسم ولی اگه از این یکی کلیپ سه ثانیه اضافه تر به روی این بیارم اتفاق بدی نمیافته از نظر دراماتیک اتفاق ناجوری اینجا نمیافته و من میتونم این رو توی منتاجم قبول بکنم چرا؟ چون منتاج من یک چیزیه که بیشتر جنبه موشن گرافیکی داره حالا مثلا میوزیک ویدیو یا هر منتاج دیگه این همین قاعده و قانون برای این دوتا ابزار هم وجود داره البته این نکتر من خدمتون بگم که این دوتا ابزار کاربردشون کاملا با این دوتا ابزار متفاوته توی ریپل شما این پوینت یک کلیپ رو کم میکنید آت پوینتش رو من ازت میخوام کم میکنید یا زیاد میکنید و همینطور این پوینتش رو یعنی این پوینت کلیپ بعد رو من کم میکنم یا زیاد میکنم توی ابزار ریپل این و آت رو همزمان دارم جابجا جا میکنم اما توی ابزار اسلیپ و اسلاید چطور ابزار اسلیپ رو اگر شما انتخاب بکنید و روی یک کلیک رو میخوام روی کلیپ کلیک بکنید و اون رو جابجا جا بکنید این پوینت و آت پوینتتون رو همزمان تغییر میده اما زمان بندی کل کلیپتون تغییر نمیکنه مثلا من میتونم اینو جابجا بکنم شروعش اینجا و انتهاش اینجا باشه همونطور که شما دیدید زمان کل کلیپ من الان من اگر یه این پوینت و یه آوت پوینت اینجا بذارم زمان کلی این وسط 3.9.10 ثانیه فریمه و اگر من با این ابزار روی این کلیپ کلیک و درگ بکنم این 3 و 17 فریم تغییری نمیکنه در واقع من توی این کلیپ به صورت همزمان این پوینت و آد پوینت رو دارم با هم جابجا جا, به جا میکنم. و چون این پوینت و آد پوینت رو همزمان جابجا جا میکنم، تایم خود کلیپ هم تغییر نمی در واقع شما این دوتا این و آد پوینت هست که به صورت همزمان روی کلیپتون دارید جابجاش می کنید ابزار بعدی ما که ابزار آخر ماست اسلاید توله حالا اسلاید طول چیکار میکنه اسلاید تول زمان بندی کل تایملاین شما رو باز تغییر نمیده پس یه جوره میشه گفت رول اسلیپ و اسلاید به هم شباهت دارن از این جهت که هیچ کدوم زمان بندی کلی ما رو تغییر نمیدن اما این بار اسلاید تول چی کار میکنه اگر شما اسلاید تول رو انتخاب بکنید و این کلیپ رو جابجا جا بکنید کلیپتون توی تایملاین جاش تغییر میکنه اما اتفاقی که میفته اینه که از آوت پوینت کلیپ قبلی جلوتر ما میایم اجازه بدید من یه خورده تصویری تر نشونتون بدم من الان این کلیپ رو باز میکنم و توی آوت پوینتش یه مارکر اضافه میکنم نمیدونم با مارکرها چقدر آشنا هستید ولی حالا توی درس های بعدی بیشتر در موردش صحبت میکنیم توی درس مارکرها بیشتر در موردش توضیح میدم همونطور که شما اینجا توی تایملاین میبینید یه خونه کوچولو اینجا هست که نشون میده این زمان رو من به عنوان آت پوینت هم داشتم روی این کلیپ روی این کلیپ هم روی این پوینتش من یه مارکر اضافه میکنم حالا شما ببینید اگر من این بار هم بیام اینجا و ابزار اسلاید رو انتخاب بکنم و این کلیپ وسط رو جا به جا بکنم چه اتفاق میفته؟ همونطور که شما روی این کلیپ بینید این پوینت من جلوتر اومد روی این کلیپ و آوت پوینت این یکی هم جلوتر رفت حالا شاید یه خورده الان کوچیک باشه این تیکه که ما داریم میبینیم ولی مشخصه که آوت پوینت ما دیگه روی این خونه نیست و تغییر کرده پس اسلیپ خود این کلیپ رو یعنی داخل خود این کلیپ تصویرش رو جابجا جا میکنه و با کلیپ قبلی و کلیپ بعدی کاری نداره ولی دقیقا متضاد اون اسلاید که با خود کلیپ کاری نداره یعنی این پوینت و آن پوینت خود این کلیپ تغییر نمیکنن بلکه این پوینت و آت پوینت کلیپ قبل و بعد هستن که عقبتر یا جلوتر میرن خب امیدوارم از این چهار تا ابزار بتونید شما نهایت استفاده رو بکنید